یه وقت ما در مقام توصیف راهبردهای جنبش سبز صحبت میکنیم، یه وقت در مقام عمل صحبت میکنیم. این دوتا مقام رو باید از هم جدا کرد. در مقام توصیف از راهبردهای جنبش سبز، من تا حالا 4 راهبرد رو میشناسم و ممکنه در آینده راهبردهای دیگه هم اضافه شد. یکی راهبرد آگاهی بخشی بوده، یکی راهبرد خیابان بوده، یکی راهبرد انتخابات، یکی هم راهبرد مصالحه و مذاکره. یعنی جنبش سبز در مقام توصیف توی این راهبردهایی که تالا در پیش گرفته به هر 4 راهبرد فعلی مؤمن و معتقد هست. ببینید، درست بعد از عاشورای خونین تهران آقای مهندس موسوی یه بیانیه شماره 17 داد. در اون بیانیه گفت ما 5 خواسته داریم. اگر حکومت هر کدوم از این خواسته رو انجام بده، ما استقبال میکنیم. حتی لازم به مذاکره با ما نیست. یعنی از این بهتر نمیشه بگه که ما با حکومت در واقع میتونیم تعامل داشته باشیم. و من فکر میکنم که در واقع جنبش سبز تفاوتش با جنبش‌های گذشته در همین نوع راهبرداش هست. چون جنبش سبز یه جنبش هم داره که جنبش خشونت گریز هست. ما باید به این متفتن باشیم که باید از راهی جنبش به نتیجه برسد که بتواند اون دستاورد رو که ما میخوایم که دموکراسی هست محقق کنه. و به نظر من توی این راهبرد هست. این 4 راهبرد مکمل هم دیگه هست، جدای از هم دیگه نیست. یعنی اینطوری نیست که ما فکر کنیم فقط داریم بیریم طرفدار مصالحه و مذاکره هستیم. نه، از راهبردهای دیگه هم استفاده میکنیم، منتها به مقتضای زمان و شرایط. اما در مقام عمل چه اتفاقی میفته، این بستگی به شرایط داره. از نظر من ما باید بتوانیم جنبش سبز رو به لحاظ عملیاتی به جایی برسانیم که حکومت ناچار از مصالحه با جنبش سبز بشود. به تعبیر ما میگیم باید این در رو انقدر کوبید که این در باز بشه، و این امکان پذیر هست به نظر من در شرایطی. حالا مذاکره گفتید با حکومت، خب این آقای خاتمی، آقای کروبی، آقای موسوی، اینا خودشون حکومت بودن دیگه، و حتما هم اون زمانی که حکومت بود، در حکومت بودن، با حکومت مذاکره میکردن، و اون موقع هم مورد احترام و مورد تایید اون نیروهایی که پیرو اون خط آقای خاتمی، موسوی، کروبی، آقای رفسنجانی هم همچین بینابینی بودند، از این کار استقبال میکردن. بنابراین سوال برای اونها مطرح نبود. الان که در دیگه در دایره حاکمیت قرار ندارند، این سوال مطرح شده. اگر پرنسیب اخلاقی باشه، خب پس به نظر من موضوع بلا موضوع مطرح کردن که اونها باشن. برای کسانی که مثل ماها که اصلا هیچ محلی از اعراب نداشت و حکومت هم نمیدید نه قبول داشت که اصلا یه همچین نیروی تو جامعه وجود داره، شاید این موضوع یه موضوعیتی داشته باشه که باش بحث کنیم. اون بحثی که من مطرح میکردم این نیست که آیا کسانی که میخوان تغییر در دستگاه سیاسی درست کنند، تغییر در قوانین درست کنند یا تغییر در ترکیب قدرت سیاسی درست بکنند، اینها باید با قدرت سیاسی موجود مذاکره ارتباط داشته باشند یا نداشته باشند. اگر نداشته باشن یعنی چی؟ من نمیفهمم که چه جوری میشه. بجز اینکه مثل صدام و آمریکا که بزنن داغون بکنن. حتی در دوره رژیم شاه هم که هر نوع مذاکره را آقای خمینی ممنوع میکرد، باز مذاکره و گفتگو بین اونها و اونها در مقطع معین جریان پیدا کرد. اون چی که من میگم این هست که میگم اپوزیسیون باید تلاش بکنه ترس حکومت از اپوزیسیون بودن اون بریزه. یعنی فکر نکنه اگر میاد به خیابون یعنی میخواد دنیا کن فیکون بشه دیگه، تمام دنیا سیاه بشه. و همچنین حکومت هم نباید از اپوزیسیون اونجور بترسه. یعنی ریختن ترس حکومت از اپوزیسیون و ترس اپوزیسیون از حکومت. مردم نباید فکر کنند اگر میخواهند بگند آقا ما این خواست رو داریم، حکومت
گوشت و گوشت سر اونها رو میباره. این یه فضای کاملا کاذبه، حکومت نمیتونه این کارو بکنه. و اگر مردم هم به تدریج در یک رابطه مدنی پیدا بکنند که چه خواستها رو چگونه مطرح بکنند، یه همچین رابطه برقرار میشه، مذاکره بین انجمنهای مدنی، نهادهای مدنی و حکومت برقرار میشه. مثل اینجا به نظر من اگر ما بخوایم به طرف دموکراسی بریم، دموکراسی پیش شرطش انتخابات آزاد، پیش شرطش تغییر رژیم ولایت فقیه، پیش شرطش شکستن استبداد و اینها نیست که بخوایم بریم به طرف دموکراسی. پیش شرط دموکراسی ریختن ترس طرفین از همدیگر و قبول موجودیت یکدیگر و توسل به اهرم‌ها و سیستم‌های حقوقی و قانونی که در جامعه وجود داره. باید به اینها بریم و برای این هم اعتماد سازی میخواد، گفتگو میخواد. من از همین امروز میگم بحث این هست، یه بحث خیلی حساس سیاسی، که آقای خامنه‌ای مسئول همه فجایعی است که در کشور اتفاق میفته. اوکی، اگر چنین است شما باید طرف مطالبه اصلی شما برای تحقق مطالباتون به رسمیت بشناسید آقای خامنه‌ای. آیا شما به همون اندازه مراجعه به آقای خامنه‌ای می‌کنید که مسئولیت رو دوشش می‌گذارید، یا فقط مسئولیت‌ها رو می‌ذارید در زمینه مطالبات به کس دیگری مراجعه می‌کنید؟ یه فرهنگ باید بسازیم. بنابراین گفتگو در بُعد اجتماعی است، فرهنگ سازی است در این دوره، و نه اینکه آقای خاتمی حق داره با آقای مثلا خامنه‌ای گفتگوی مصالحه‌ای داشته باشه یا نه. این پیامد این تحول و فرهنگ سازی و تغییر فضای سیاسی است. این باشه بیتونه شد، چون به قولشون خیلی سوال استراتژیک اساسیه. بله خب فکر میکنم که اختلاف دیدگاه اصولی بینمون نیست. اگر ما بپذیریم که این جنبش جنبش مدنیه و جنبش مدنی هم به معنی مدرن کلمه هست و جنبش قانونگراست و جنبش عدم خشونته و دنبال ساختن زیربناها و مقدمات دموکراسی و اجرای حقوق بشر اینا، این چیزاییست که خب کلیاتیست که همه میگیم و قبول داریم. خب اگر این چنینه، پس بنابراین یکی از راهکارها مسئله گفتگوه و مکالمه و مفاهمه و مصالحه. حالا این ستا رو از باب مفاعله بخوایم به کار ببریم، میتونیم بگیم اینها هست. و گاهی من تعجب میکنم که بعضی از نیروهایی که نیروهای خودشون مدافع جنبش سبز میدونند و این کلیات هم قبول دارن، اما در این حال تا وقتی بحث مذاکره به میان میاد یه دفعه آخه مذاکره با کی؟ بحث مصالحه پیدا میشه، مصالحه با کی؟ به خصوص اینکه در اون فرهنگ پیش از انقلاب ما هر نوع مذاکره و نمیدونم مفاهمه و مصالحه با همون اصطلاح سازشکار و سازشکاری مطرح بود و این چیز منفوری بود و چیز بدی بود. بله البته توی اون فرهنگ دو قطبی حاکمیت رو عرض کنم که براندازان حاکمیت که هر دو کمر نابودی همدیگه بسته بودن و شعار این بود که تا شاه کفن نشود وطن وطن نشود، توی اون گفتمان و توی اون شرایط اوضاع و احوال، بله خب اون سازشکاری هم هر نوع گفتگو و صحبت و نزدیکی مثلا با حکومت بد بود، شاید تو اون معنی داشته باشه. ولی الان اگر ما قبول داریم که از اون فرهنگ فاصله گرفتیم، الان دیگه نمیخوایم به اون گذشته برگردیم، الان نمیدونم ما اصلاح طلبیم، نمیدونم تحول خواه هستیم، دنبال دموکراسیم و خب اگر این چنینه، پس بنابراین گفتگو یک اصل مبنایی به چیز هست و اینم در تاریخ هم همیشه همینجوری بوده. و البته تا زمانی که یک دیکتاتوری، یک حاکمیت تمامیت خواه و اقتدارگرایی قدرت طرف رو، یعنی توازن قوا به نفع جوری نباشه که قدرت طرف رو جدی بگیره، حاضر به گفتگو هم نخواهد شد. ولی هر وقتی که جنبش یا اپوزیسیون یا منتقدان یا مخالفان، حالا الان میگیم جنبش سبز، تا زمانی که قدرتمند نشده طبیعیه که طرف هم به حساب نمیاره و نمیتونه او رو به اصلا نمیپذیره، دلیل هم نداره. تا زمانی که احساس میکنه که نیازی نداره که به امتیاز بده، خب طبعا نمیاد دیگه. چون گفتو الان چرا آقای خامنه ای، من حالا آقای خامنه ای نامش میبرم به خاطر اینکه الان دیگه جز خامنه ای کسی دیگه این حکومت وجود نداره که آدم بتونه مورد خطاب قرار بده، چرا آقای خامنه ای از گفتگو با آمریکا به اصطلاح ابا داره، میترسه؟ به نظر من اساس قضیه اینه که میترسه، برای اینکه توان و جرأت و شهامت این رو نداره که برو پشت میز مذاکره بشینه از منافع مردم ایران دفاع کنه.
و میدونه وقتی که صبح پشت میز مذاکره نشستی بالاخره بحث بدبستان دیگه، یه امتیازی میدی یه امتیازی میگیری. بحث اینه که چه امتیازی میگیری که برای مردم قابل توجیه و قابل قبول باشه. در مشروطیت همین گفتگوها و مذاکره و مصالحه صورت گرفت. شما اگه اون داستان مهاجرت اول علما و مهاجرت دوم و نمیدونم نامه سید محمد طباطبایی به مظفرالدین شاه و نامه عرض کنم ناصرالملک به ناصرالدین شاه، اونا رو از اون داستان رو نگاه کنید، اساسا با همین گفتگو به نتیجه رسید. منتها توان و قدرت مردم و علما و روحانیون و مشروطه خواهان در اون زمان به گونه‌ای بود که شاه البته ضعیف النفس بیماری هم بود و پاش لب گور بود قول ایرانی ها، خب پذیرفت. شاه هم اگر اون زمان گفتگوها را قبول میکرد، بازرگان این سخنش دیگه مشهور دیگه، در دادگاه نظامی سال 43 گفت ما آخرین گروهی هستیم که با شما به زبان قانون صحبت میکنیم و اگر شما زبان قانون نفهمید گلوله به پیدا خواهد شد. خب این شاه بود نشنید و این انقلاب ها و شورش ها و نمیدونم درگیری های خونین رو همواره حکومت ها به مردم تحمیل کرده. الان جنبش سبز علل اصول چه رهبرانه چه رهروانه چه ما که داریم صحبت میکنیم روی این توافق داریم. ما بنا نداریم که دوباره حمام خون را بیفته. ما نمیخوام دوباره اون مسئله شارهای دو قطبی دور گذشته تکرار بکنیم. خب اگر اینجوری نیست پس باید ما حداقل از سوی ماها، از سوی رهبران جنبش سبز، سخنگویان جنبش سبز، مدافعانش، نظریه پردازانش همواره باید روی گفتگو تکیه بشه. منتها گفتگو شرایطی داره، آدابی داره. این که میگن آقا با این حاکمیت گفتگو کنیم چنین چنانی معنی نداره. بالاخره این حاکمیت اگه مستبد نیست که باش مبارزه نمیکنیم. اگر این حاکمیت جنایت نکرده، خیانت نکرده، فلان کاری نکرده که خب اصلا همه انتقادات برای چیه؟ بله این حاکمیت همه این کارا رو کرده، اما این معنیش نیست که گفتگو نشود. منتها گفتگو همونجوری که گفتم با توجه به توازن قوا انجام میشه. در اون صورت میتوان امتیاز گرفت. حالا این امتیاز چی میتونه باشه؟ این دیگه وابسته به شرایط است و اوضاع و احوال هست. همین 4-5 تا نکته ای رو که مثلا آقای کروبی، آقای موسوی، آقای خاتمی اخیرا مطرح کردن، اینا از اون چیزهای اولیه است. و بعد الان انتخابات ما در پیش داریم. فکر میکنم که مسئله انتخابات حالا شاید لازم باشه بعدا روش صحبت کنیم. انتخابات یکی از این به اصطلاح آوردگاه های مهم و یکی از چالش های مهمی است که جنبش سبز باید ازش استقبال کنه. نه به معنی که در انتخابات شرکت بکنه نه نکنه. الان من شخصا نمیگم نه باید شرکت کنه نه باید شرکت نکنه. بحث این است که باید بره پنجه در پنجه حاکمیت استبدادی بیندازه که به هیچ چیزی پایبند نیست، به قانون خودش هم پایبند نیست، او رو با همین معیارهای قانونی خودنوشته خودش به چالش بکشه. سرانجام در اون آخرین لحظه اگر حداقل امکانات و شرایط بود جنبش سبز میگه آقا میام شرکت میکنم، بس چه اشکال داره؟ یه قدم میریم جلو. اگر نبود در اون صورت بگه شرکت نمیکنیم یا تحریم کنه یا هرچی. من الان هیچ راهکار خاص مشخصی در این مورد مثلا ندارم، ولی من فقط این رو اضافه میکنم. بس انتخابات مطرح شد، معتقدم غیر از این 4-5 تا خواسته ای که تاکنون مطرح شده در اینجا باید جنبش سبز باید یه قدم به جلو برداره. اگر این قدم جلو بر نداره از موضوع قدرت نمیتونه برخورد کنه و اون موضوع قدرت هم به نظرم اینه که باید از حاکمیت بخواد که علاوه بر اون خواسته های دیگر نظارت استصوابی باید مطلقاً بره کنار، نه دیگه حالا وصل پینه بشه نصفه بشه. و اینم اتفاقاً در چارچوب همین قانون اساسی قابل دفاعه، چیزی خارج از قانون اساسی هم نیست، برای اینکه نظارت استصوابی تو قانون اساسی نیست. آقای کروبی 15 ساله تو مجلس ایشون بارها از پشت تریبون مجلس اعلان کرده که آقا نظارت استصوابی خلاف قانونه، خلاف حرفای امامه. بسیار خوب، شما که معتقدید از این چیز هستی پس روی همین مسئله وایستی. حالا منظور این نیست که آقای حاکمیت هم فوراً میپذیره یا نمیپذیره، اون داستان دیگریه. پذیرفت فبی حل مراد، نپذیرفت خب داستان به گونه دیگه خواهد بود. به هر حال در این توازن و قواست که این گفتگو معنی پیدا میکنه. در یه شرایطی مثبت و مفید دستاورد داره، در یه شرایطی نه مثبت نیست و دستاورد نداره. ولی رهبران جنبش وقتی گفتگو میکنن، مصالحه میکنن، گفتگو میکنن، باید شفاف گفتگو کنن، نه مصالحه و معامله پشت پرده به شیوه آقای هاشمی رفسنجانی که همیشه مخرب بوده این شیوه های گفتگوی پشت صحنه، ولی در این حال به مردم توضیح بدن، به مردم بگن باید ما گفتگو کردیم، صحبت کردیم، این دستاوردها رو برای شما به دست آوردیم. با عذرخواهی.